سلام بچه امیدوارم حالتون خوب باشه امروز میخوام بهتون بگم چه زود توی پنج دقیقه میتونید برای دانشگاه ما رشته مورد علاقتون اپلای کنین پس تا آخر ویدیو با من باشین خب برای دانشگاه ما میتونید توی دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد اپلای کنیم و رشته خیلی متنوعی داره اکثر رشته که توی لیسانس ارائه شده به زبان آلمانیه ولی اونایی که به ارشد هستش اکثرا انگلیسیه و میتونید براشون انگلیسی اپلای کنین هر چند پیشنهاد میدم قبل اگه پذیرش هم گرفتین قبل اینکه بیاین یه ذره آلمانی یاد بگیرین خیلی به دردتون میخوره اینجا و خبر خوب این که دانشگاه، سایت دانشگاه ما آپدیت شده و خیلی یوزر فرندلی شده و همه خیلی آسون شده الان قبلا اینجوری نبود وقتی که من میخواستم اپلای کنم و اصلا سایت انگلیسی نداشتم باید خودمون ترجمه میکردیم الان خیلی آسون شده بریم توی سایت بهتون نشون بدم که دقیقا چه رشتههایی هستش و تزوری میتونید قدم به قدم اپلای کنید اصلا ما هم بدون مثلا یه رشته رو میریم اپلای کنیم که ببینیم چجوریه خب وارد سایت thaowell.de میشیم این بالا سایتش خوب خب نوشتم این بالا هستش وقتی وارد سایت میشی این صفحه اصلی سایت. وقتی وارد شدید احتمالا مثل این آلمانیه و اگه آلمانی بلد نباشید میتونید بیان از منوی سمت راست گزینه انگلیش رو بزنید سایت انگلیسی بار، بالا میاد و دیگه بقیهش همش انگلیسیه و همین اول کار مثلا میتونید برای رشته ای که دوست دارین اینجا سرچ کنید ببین رشته شما رو داره این اه اه موضوعاتی هستش که دانشگاه ما رشته داره توش مثلا میگیم شما برای آیتی یا برق و این چیزا علاقه دارین و اگه برای چیزای دیگه علاقه دارین میتونید سرچ کنید بعد مثلا میگیم برای رشته برای پروگرام های مستر میخواین اپلای کنین و حالا یه سرچ میزنیم ببینیم چیا داره تو زمینه تکنولوژی و مهندسی و ارشد و اینا رشته هستش که دانشگاه ما تو این زمینه داره مهندسی برق آی و آی تی پارت تایم لایف ساینس مکانیک مکانیک سیستم و تولید و مدیریت اینا رشتهایی که مهندسی و مربوط به بخش آیتی و بعد اینکه رشتهتون بعد اینکه رشتهتون از این قسمت پیدا کردین میتونین روش کلیک کنین که اطلاعاتشو رو برای شما بیاره به عنوان مثال من روی رشته خودم آیتی کلیک میکنم مستر وارد قسمت خودش میشه بعد خیلی سر راست نوشته چه چیزهایی لازمه برای این کورس برای اینکه اپلای کنین سمت راست قسمت پروفایل نوشته میگه باید این این مستر مصرف ساینسه فول تایم non restricted و چهار ترمه گلدن دو سال طول میکشه حالا میتونید بیشتر طولش بدید تا هفت ترم میتونید طولش بدید از نظر قانونی توی آلمان یعنی سه سال و نیمه میتونید تموم کنید که اکثر دانشجوها اینجا یه طولش میدن تا زبان یاد بگیرن نمیدونم کار پیدا کنم پروژه کار کنم و کمتر آدمی کمتر دانشجو اینترنشنالی توی دو سال تموم میکنه بعد زبان کورس به انگلیسی هستش مکانش توی کمپس لمگوی که کمپس اصلی دانشگاه اونجاست شهریه نداره و بعد درس های پیش هم نداره لازم نیست قبل اینکه وارد این, که این, دانش... این رشته بشین چیز پیش نیازی رو پاس کنید برای دانشجوهایی که از آلمان یا اتحادیه اروپا اپلای میکنن ددلایناش اینجا نوشته که حالا ددلاین طولانی مدتی دارم مثلا 5 ماه فرصت دارم برای وینتر سمستر که از مه شروع میشه تا اسفند و برای سامر سمستر که از اسفند شروع میشه تا شهریور انقدر وقت دارن. برای برای ماهایی که خارج از اتحاد اروپا اپلای میکنیم مثلا از ایران اپلای میکنیم برای وینتر سمستر که از اول مه شروع میشه یا همون اول اکتبر از یک چهار از اول آپریل وقت دارین تا اول جون دو ماه وقت دارین اپلای کنین که این تاریخش مثلا گذشته برای رشته من الان دیگه تاریخش گذشته و یه سری از دوستان اپلای کرده بودن و پذیرش هم گرفته بودن زیرش هم نوشته currently no اپلیکیشن possible چون این تاریخ گذشته برای وینتر سمستر ولی مثلا برای سامر سمستر برای اسفند امسال بخواین اپلای کنین خیلی راحت میتونین این کار بکنین ددلاینش از 17 نوامبر 17 نوامبر میشه مثلا هفته آخر آبان مثلا میتونید مدارکتون از الان آماده کنید آیلتس مثلا بگیرین و هفته آخر آبان ددلاینش شروع میشه تا اه میشه گفت 15 ژانویه کی میشه هفته اول دوم بهمن دقیقا میتونید چک کنین که ددلاینش تمام میشه و بعدش میتونید پذیرش بگید بعد اطلاعات بیشتری اگه میخواین در مورد رشته ای که میخواین اپلای کنین از قسمت سمت چپ میتونید کلیک کنید و سرچ کنید این هم دانشگاه ما هستش که میبینین کمپس دانشگاه لمگو این ساختمون توی لمگو همون جایی که اگه این رشته رو بخونید این ساختمون اونجاست اونجا میبینینش خب از این دانشکده لمگو ویدیو هم گذاشتم توی کانال هم میتونید نگاه کنید اما بخوایم مثلا اپلای کنیم بریم ببینیم چه بریم ببینیم چه جوری است وقتی روش کلیک میکنیم میایم توی این صفحه میتونیم ریویو رو بزنیم مثلا چکلیست گذاشته که چیکار باید بکنیم توی پورتال کیس باید اکانت درست کنیم اینا و اینا برای بعد اینکه اپلای کردیم ولی اپلایش اونایی که غیر اروپایی هستن از طریق یونی اسیسته حالا اینجا هم میتونید چک کنید یا رو بخونید مثلا یونیورسیتی اینترنس کوالیفیکیشن میخواد این دقیقا همون چیزیه که یونی اسیس پول میگیره و چکش میکنه که شما اینو دارین توی ایران مداره که تو معتبر هستش یا نه و اینو مثلا تایید میکنه که دانشگاه از روی اون برای اینکه اپلای کنین وارد سایت یونی اسیس میشیم یونی اسیس بزنید میاره بالا بعد انگلیسیش میکنین از توی تنظیماتش حالا خب وارد سایت یونی اسیس که شدین یه اکانت جیمیل میخواین که اینجا توی یونی اسیس یه اکانتی باز کنین بعد اینکه باز کردید ما یونی اسیس رو بزنید مای اسیس بعد میتونین ساین کنین حالا من اینجا ساین نمیکنم. نمی کنم فعلا چون نمیخوام اپلای کنم حالا بذار ساین کنم اکانت من فکر کنم مال سه سال پیشه یه لحظه بیام خب من ساین کردم که حالا با اکانت خودم بهتر نشونتون بدم خب قسمت سرچ کورسیز رو مثلا اینجا سرچ کنین دانشگاه ما میخوایم اپلای کنیم دانشگاه ما است وست فالن لیپ هستش اوست وست فالن خودش و دانشگاه که انتخاب کردی مثلا مستر انتخاب میکنیم چون رشته من تاریخش گذشته تاریخ اپلایش و هنوز ددلاین ترم بعدی سامر که گفتم از اسفن شروع میشه میتونید اپلای کنید توی آخره آبان اونها هنوز باز نشده ددلاینش برای همین اون نمیتونید اینجا رشتهایی که برای اون ترم ارائه شده رو پیدا کنید برای همین وینتر سمستر 2024 -20 تا 2025 -20 ارائه شده ای رشته اینجا نمایش داده میشه و رشته من چون ددلاینش گذشته اینو نمیاره این رشتهایی که الان 17 تا اوورد اینجا توتال نمبر اف دی کورس ساب استادی اینا رو میتونید همین الانم هم اپلای کنید یعنی ددلاینشون نگذشته بعد مثلا یه سری رشته هست میتونید فیلتر کنید از سمت چپ بعد مثلا میگم یه رشته رو انتخاب میکنیم چه رشته انتخاب کنیم خدا رو خوش بیاد اینا اکثرا هم آلمانی هم برای همین ددلاینشون نگذاشته اینترنشنالاتون با خاطر ویزا تایم زیادی میخواد معمولا چیزشون گذاشت حالا مثلا میگیم اقا اولیه رو شما آلمانی میخوای اصلا اپلای کنی یه به دوی آلمانی داری میخوای اپلای کنیم و اکتو رو میزنیم میره توی باکست بعد میریم توی باکس الکتروتکنیک بعد میگه 75 رو باید بریم حواستون باشه که یه ویدیو قبلا من دو سه سال پیش برای یونی اسیس آپلود کرده بودم اونجا هم توضیح داده بودم برای هر ترمی که میخواین اپلای کنین خب صفحه یونی اسیستتون رفرش میشه یعنی از اول باید کاراتون انجام بدین برای اولین رشته که میخواین اپلای کنین حالا هر دانشگاهی 75 یورو میگیره و برای رشته های بعدی و پروگرام های بعدی که اپلای میکنین هر کدوم 30 یورو ازتون میگیره که میگیره که مدارکتون رو بررسی کنه حالا این مثلا این اپلای بخوایم بکنیم دانشگاه ما 75 یورو باید پرداخت کنیم مثلا یه رشته دیگه همون دانشگاه ما یا یه دانشگاه دیگه بخواید دوباره اپلای کنین اون موقع دیگه 30 یورو میگیره بعد اینکه اپلای کردیم مدارکتون مطمئن باشین کامله مثلا اینا رشتهایی که من قبلا اپلای کرده بودم دانشگاه اسنابو که نمیدونم این دان کسل و مثلا اپلیکیشن های من و نتایزی که مثلا گرفتم و داکیومنت ها که اینجاست میبینیم اینا داکیومنت های منه مدارک منه خب آپلود کردم شما هم کامل باید آپلود کنین و چیزی رو از قلم نندازین چون ریسکی پول میدیدین همه چک کنن یهویی مثلا یه چیزی یه جای کوچولو نوشته دانشگاه که این هم لازمه نداشته باشین و زحماتتون هدر میره بعد بعد اینکه مدارکتون تایید شد مثلا نتایج بررسی نتایج نتایج بررسی مدارکتون میاد توی باکستون این باکس ما این باکس و اینجا میتونید نگاه کنید این وی پی دی هم که میبینید اینجا نوشته برای یه سری از دانشگاه ها وقتی میخواین اپلای کنین میگه که آقا مدارکتون رو از طریق یونی اسیس برید چک کنه و وی پی دی بگیرید از یونی بعد بیاید از سایت خودمون اپلای کنید مثلا واسه دانشگاه ریگنزبرگ وی پی دی میخواست و اومدم از یونی درخواست دادم مدارکم آپلود کردم وی پی دی گرفتم دوباره برگشتم سایت خود ری، دانشگاه ریگنزبرگ اپلای کردم و پذیرش گرفتم و مثلا وی پی دی توش چیا هستش ولی دانشگاه من که خیلی ساده است مثلا نتایج بررسی مد... اه... نه. نت... نتایز بررسی مدارکتون تو همونجا میذاره و چک میکنید نگاه میکنید بعد اگه تایید شده باشه یه نامه از دانشگاه هم میاد که مثلا اد میشن لتر تو میاد دیگه نامه پذیرش اما وی پی هم یه نگاه میندازیم اینجا که چیز جوریاست توش ببینید چی نوشته خب همونطور که میبینید داخل وی پی دی مثلا مدارک شما رو چک کردم و سر نوشته که اه... فلانی یونیورسیتی اینترنس کوالیفیکیشنشو رو داره که برای همه دانشگاه اپلای کنه نمره دانشگاه مدرک لیسانسش هم دوه بعد آره دیگه مثلا اینو میگه که مثلا ولده برای یه سال این مدرک اعتبار داره برای یه سال رو میتونه باش اپلای کنه اما بعد از اینکه ادمیشن لترتون رو گرفتید توی پورتال کیس یه دونه اکانت باز میکنید این پورتال مربوط به پورتال دانشجوییتون هستش که از این قسمت میتونید student and employee لاگین رو بزنین و نام کاربری که مال من اینه حالا رمز هم میزنید و وارد اکانتتون میشید اونجا میتونید درس رو نگاه کنین مثلا شهریتونو رو دادین یا همون سمستر فی شهری که نداریم سمستر فی داریم اونو پرداخت کردین یا نه بعد مثلا میگم گواهی اشتغال به تحصیل نیاز دارین اینو میتونین از این همین پورتال کیس دانلود کنیم یا مثلا میگم گواهی بیمه خواستیم مثلا نشون بدید که شما توی آلمان بیمه هستیم بیمه تکا آکا هر بیمه که دارین میتونید از اینجا دانلود کنین و اگه مدارک دیگه مثل مدرک بافوگ اگه بهتون تعلق میگیره پناهنده این یا نه میتونید از اونجا دانلود کنین یا مثلا برای ماها میتونیم گواهی عدم دریافت بافوگ دانلود کنیم که آقا ما هیچ کمک هزینه از دولت نمیگیریم اینترنشنال ها نمیتونن از دولت کمک هزینه بگیرن ولی کل این اسکولارشیپ و فاند تو دانشگاه ارائه میده اگه ایده خوبی داشته باشه میتونید برای اون اپلای کنید هر سوالی داشتین در مورد دانشگاه قسمت های مختلفش مثلا شانس قبولیتون اینا مثلا میتونید نمره لیسانستون رو کامنت کنین من بگم شانس قبلیتون چقدره و مدرک زبانتون هم بنویسید چی دارین مدرک زبان مخصوصا برای مدیا برای رش مخصوصا برای رشته هایی که مهندسیه و اگه خانم هستین اپلای میکنین شانس قبولیتون خیلی زیاده مخصوصا برای جنرال انجینیرینگ که توی لیسانس ارائه میشه و دارن حتی به انگلیسی دارن نیرو میگیرن خیلی علاقه‌مند اساتید دانشگاه که نیروی خانم بگیرن چون توی قسمت مهندسی و جنرال انجینیرینگ اکثریت اینجا مرد هستن و اینا دوست دارن که اپلیکنت های خانوم هم اینجا ادمیشن بدن و بیاد درس بخونه و اگه شما یه لیسانسی دارید میگم لیسانس اگه شما یه مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی دارین نمرتون هم خوبه و یه مدرک زبان دارین حتما برای این رشته اپلای کنین جنرال انجینیرینگ بعد و مخصوصا اگه خانوم باشین درصد گرفتن پذیرشتون واقعا خیلی بالاست اون که من باشون حرف میزدم حالا خودشون دوست داشتن که هی به من میگفتن که تشویق کن من گفته بودم مثلا دارم ویدیو میسازم به من گفتن تشویق کن که خانما برای این رشته اپلای کن ما بهشون پذیرش میدیم حالا منم دارم به شما منتقل میکنم اگه دوست داشتین حتما اپلای کنین و خیلی هم میگن که آره ما مدرک زبان داریم نمیدونم نمره لیسانس یا دیپلممون هم خوبه ولی مثلا تمکن مالیمون اوکی نیستش میدونم خیلی مشکل بزرگه مشکل کمی هم نیست پول زیادیه ولی یادتون باشه اگه ایده خوبی دارین برای رشته جنرال انجینیری جنرال انجینیرینگ یا کارآفرینی آن اینجا و یه ایده دارین اکثر بچهای ایرانی که اینجا هستن فاند گرفتن اسکولارشیپ گرفتن و اصلا سر کار دانشجویی هم نمیرن که مثلا زندگیشون کنن یعنی همون با فاندا اینا درسشون رو میخونن تفریحشون رو میکنن و روی کار میکنن بعد نمیدونم شاید این پول رو بتونید وام بگیرید نمیدونم اگه فامیلی دارید که بتونید ازش قرض بگیرید که مثلا شیش ماهه، هفت ماه این پول رو بهتون قرض بده به نظرم ارزشش رو داره چون این یه فرصتی الان ایجاد شده معلوم نیست دو سال دیگه سیاست های آلمان تغییر کنه یا نه برای همین بازم اگه سوالی در این مورد دارین حتما کامنت کنین و اگه میخواین شانس قبولیتون رو بسنجین میتونید آلا. مشخصات و شرایطتون رو کامنت کنید و من بهتون بگم که مثلا حدودا چقدر مثلا امکان داره که پذیرش بگیرید خب همین بود ویدیو امروز امیدوارم به دردتون بخوره و مفید باشه دوستتون دارم تا ویدیو بعدی خدافظ